نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز سه‌شنبه 26 ذی‌قعده سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین، ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با دلیل حجیت معصومین علیهم السلام علاوه بر حدیث ثقلین فرمودند، بر اساس فرموده قرآن کریم کلام رسول خدا حجت است، همان گونه که در آیه 7 سوره حشر آمده و شما آنچه را که رسول خدا دستور دهد و من یا عطا کند بگیرید و به آن عمل کنید و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم فرمودند، یعنی هر آنچه که از عترت طاهر هم به ما رسیده حجت است، لذا قرآن کریم کلام رسول خدا و کلام عترت طاهره حجت است و در حجیت یکسان می باشند. معظم الله با اشاره به آیه 59 سوره نساء که ای اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران از طرف خدا و رسول که از خود شما هستند اطاعت کنید، پس اگر در چیزی کار به نزاع کشد آن را به حکم خدا و رسول بازگردانید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، این کار برای شما بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود. تأکید فرمودند عترت طاهره کلمه اولوالامر را بقیه معصومین علیهم السلام تفسیر نمودند. ایشان در ادامه فرمودند تمامی احکام اسلام لازم است که یا از قرآن کریم و یا از 14 معصوم علیهم السلام صادر شده باشد، لذا اگر نسبت صدور به معصومین علیهم السلام نسبت صحیحی باشد، مثلا نهی از کاری صورت گرفته باشد که دلالت بر کراهت و نه حرمت دارد و یا امر به کاری صورت گرفته که دلالت بر استحباب دارد و وجوب و الزام ندارد، انسان در انجام و یا ترک آن مخیر است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی سنت. ما از کتاب الله، بله بله، چون قرآن گفته ما آتاکم الرسول فخذوه، دیگه لازم نیست پیغمبر بگن و سنتی. نه، فرمایش پیغمبر این هو الا وحی یوحا، همش وحی قرآن، همش وحی خدای عز و جل، هرچی پیغمبر می فرمان وحی خدای عز و جل. وقت پیغمبر فرمودن کتاب الله و عترتی، عترت فرموده، و قرآن پیغمبر خدا عترت، این ستا هر سش حجته و در حجیت یکسانه.